برای توضیح بیشتر پیرامون این همایش، شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله لزما شیرازی در هند از شهر لکنو با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای ادیب، دلیل دعوت از اندیشمندان اهل تسنن و هندو در این همایش چه بود؟ سلام علیکم و رحمت الله. دلیل این بود که ما چندین ساله که این برنامه را در جاهای مختلف هندوستان به عنوان احتجاج از طرف شیعیان و مسلمانان در خلاف این کاری که در بدیده انجام شد، 101 سال تقریبا انجام شده داشتیم. ما تقریبا سنی ها و هندو هم توی شرکت داشته، ولی برنامه شد که این سال در اجمیر که یکی از جاهای مهم منطقه هست که شیعان و هندوها و سنی ها تقریبا همه جمع میشن، قرار شد یه برنامه اینجا انجام بشه که بتونیم بیشتر و صدای مهمتر را و پرصداتر به گوش حکومت سعودی این چیز برسه، دولت سعودی برسه که این مشکل بشری هست و این فاجعه فقط برای شیعان نیست بلکه برای بشر هست که اینجور توهین به مراقد آئمه شده شود شده باشد و هیچ کس هنوز برایش کاری نکرده و این خودش سبب شد که همه جمع بشن در این درگاه که یکی از مهمترین افراد تاریخ که آقا خواجه معین‌الدین چشتی باشد، همون شاعر معروف که این شعرش معروف هست در زبان فارسی که شاه از حسین و دین از حسین و دیپنا از حسین، در داد نداد دست دست عزیز حقا که بنای لا اله حسین، این همون شاعر، این قبر همون شاعر معروف و عالم بزرگوار هست که اونجا همه جمع شدن که بتوانیم بیشتر و پرصداتر این احتجاج را به گوش حکومت و دولت سعودی برسانیم. بله، نقطه مشترک صحبت‌های سخنرانان همایش اعم از شیعه و سنی و هندو برای احیای حرم مطهر امیربقیع چه بود؟ مشترک همه داشته، یکی این که این همه با این که کسی که شیعه باشه باشد بالاخره حرم آئمه، سنی هم که باشه حرم آئمه و آئمه مورد احترام سنی هم حسن و اهل بیت و همچنین ازواج پیغمبر و افراد مهم تاریخ اسلام در اونجا مدفن داشته و هندو هم به این عنوان که به اهل بیت به ویژه امام حسن و امام زین العابدین و حضرت زهرا سلام الله علیها و کلن کسانی که در اونجا دفن هستن به عنوان یک میراث فرهنگی، یک میراث بشر اون را احیا نمودنش را خیلی مهم میدانستن و اصل تقریبا نقطه مشترک این بود که باید به آثار خودمون ما احترام بذاریم، باید به اجداد خودمون، باید به دودمان خودمون ما باید احترام بذاریم و هیچ کس حق نداره به این جور توهین کنه به افراد مهم مثلا یک مذهب دیگه و هر کسی هر فکری هم که داشته باشه با تمام احترام اون فکر حق ندارد به مقدسات دیگران و شخصیات تاریخی را اینجوری مورد آزار و اذیت قرار بدهد و همه در این باور بودن که آقا ما بیاییم هم از طریق دولتی، هم از طریق قانونی و هم از طریق قانون بین المللی بیاییم روی این حکومت فشار بیاوریم که بتوانیم بقیه را دوباره بازسازی کنیم. بله، حاج آقای ادیب، آیا برنامه هایی از این دست اقدام ها و تلاش ها در هند برای تعظیم جایگاه ائمه علیهم السلام ادامه خواهد یافت؟ بله، برنامه اینجوری شده که ما فقط 8 شوال بقیه سعی میکنیم که در طول سال برنامه ها همچنین کنفرانس ها همچون گرد هم آمدن ها نه فقط شیعه و سنی بلکه از مذاهب دیگر و کسانی که تاریخ دان هستن، کسانی که آئمه را میدونن یا حداقل در این زمینه دارن کار میکنن گرد هم جمع بشن و این فقط مال یک روز در سال نباشد بلکه در طول سال ادامه پیدا کنه تا انشاءالله و انشاءالله به زودی بتوانیم فشار بیاریم بر حکومت سعودی و انشاءالله بقیه دوباره بازسازی شود. ممنونم از شما، شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله لزما شیرازی از هند.